موجود وحشتناکی که به شهر حمله کرده و یه زن میتونه تمام جنایتاشو به چشم ببینه. گلاسیا سلام، امروز خواهم فیلم ملیگننت محصول 2021 رو ببینیم به معنی بدخیم. این فیلم که از اون معدود فیلم‌های ترسناکیه که کلیشه‌ای نیست، داستان جدیدی داره و به نظرم قشنگ به نمایش در میاد. فیلمش ترسناک خوبه و میتونه ساعت‌ها شما رو میخوب نگه داره. بریم ما فیلمو ببینیم. حواستون به اسپویل کامل و صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم میریم به سال 1993. دکتری به اسم دکتر ویور توی بیمارستان نشسته و داره صحبت میکنه و میگه که سوژه آخرم یعنی گابریل خیلی از قبل قوی تر شده. یه دفعه نگهبانی میاد و بهش میگه که گابریل وحشی شده و داره حمله میکنه. میریم به بیرون اتاق و میبینه که یکی از دکترها با قدرت پرت میشه بیرون. در حالی که همه نگهبانا باهاش درگیرن، دکتر ویور با یه دونه سلاح بیهوشی شلیک میکنه و گابریل رو از حال میبره. در حالی که بقیه دارن اونو برن به صندلی ببندن، میبینیم که پایین تنش شبیه انسانه اما بالا تنه کاملا وحشتناک داره. دکتر ویور فریاد میزنه وقتش این سرطان رو از بین ببریم. حالا میریم به 27 سال بعد. شخصیت اصلیمون مدیسون بارداره و از بیرون به خونه میاد. شوهرش هم درک نشسته و خیلی آدم عصبانیه. این مرد کلا کنترل روان نداره. سر مدیسون داد میزنه و میگه باید بس کنی، اینقدر باردار نشی. هر سری بچه‌مون میافته و تا این مدت به هم ریخته ایم. با هم دعوا میکنن و درک رفیق مدیسون رو هول میده. سر زن به دیوار میخوره و خونریزی میکنه. اونم با ترس میره توی اتاق درو میبنده و میبینیم که شب تنها خوابیده و درک هم توی پذیراییه. یه رفیق با صدای بیدار میشه. میره توی آشپزخونه و میبینه که دستگاه مخلوط کن خود به خود روشن شده. درک خاموشش میکنه و میاد بخوابه که یه نفر رو روی مبل میبینه. ترسیده و یه دفعه چراغ هم خاموش میشن. این کسی که روی مبل بود ناپدید میشه و یه سایه ترسناک پشت سرشه. یه دفعه بهش حمله میکنه و انگار همه اینا رویای مدیسون بودن و از خواب میپره. متوجه هم میشه همچنان سرش خون ریزی داره. سر میره طبقه پایین و میبینه که شوهرش افتاده یه گوشه خونه و جونش رو از دست داده. انگار خواب اون به واقعیت تبدیل شده. همون موجود گوشه خونه میبینه و با ترس می دو سمت اتاق خواب. اون که قدرتش خیلی زیاده میاد و درو میشکنه. مدیسون هم میفته زمین و بیهوش میشه. ساعتی گذشته میبینیم که نیروهای پلیس به این خونه میان. مدیسون هم به بیمارستان انتقال پیدا میکنه و وقتی به هوش میاد خواهرش سیدنی کنارشه. سیدنی با ناراحتی میگه به خاطر حمله که به خونتون شده بچه‌تو از دست دادی. مدیسون هم فریاد میکشه و گریه میکنه. روز بعدی میرسه. کارگاه شاو که مسئول این پرونده است به دیدن مدیسون میاد. بهش میگه چه اتفاقاتی افتاده و مدیسون هم هیچ اطلاعی از شب قبلی نداره و نمیدونه چی بهشون حمله کرده. وقتی کارگاه شاو اشاره میکنه که این چهارمین بچه مدیسون که افتاده، خواهرش سیدنی شوکه میشه. انگار هیچ اطلاعی از این قضیه نداشته. اتفاق دیگه هم اینه که یکی از همسایه‌های مدیسون به پلیس اطلاع میده که شوهرش یعنی درک خیلی عصبانی بوده و همش اینو کتک میزده. برای همینم بعید نیست که مدیسون یهو از کوره در رفته باشه و این کارو کرده باشه. یکی از مظنونین این پرونده میشه خود مدیسون. دو هفته بعد این قضیه بالاخره مدیسون مرخص میشه و به خونه میاد. شب اولیه که تو خونه است و بیرون پنجره میبینه که چراغ‌های خیابون خود به خود روشن و خاموش میشه. وقتی توجهش به اونجا جلب میشه همون سایه‌ای که اون شب تو خونه دیده بود و گوشه خیابون میبینه. با وحشت سری در و پنجره ها رو میبنده و وقتی به در آخر میرسه نمیتونه این کارو انجام بده. میفهمه که موجود زودتر از اون به این منطقه رسیده. سری برمیگره به اتاقش و در رو قفل میکنه و مدام داد میزنه هیچ هیولایی وجود نداره، این همش توهمه. تا روز بعدم بیدار میمونه و تو اولین فرصت میره و چند تا قفل میخره تا تمام در و پنجره ها رو کاملا ببنده. خواهرش سیدنی هم به دیدنش میاد و میگه که من همیشه پیشتم، نگران نباشه. وسط همین صحبت ها مدیسون یه حرف عجیبی میزنه. میگه که تو خیلی چیزها رو نمیدونی. من خواهر ناتنی تو هم. وقتی 8 سالم بود پدر و مادرت من رو به سرپرستی گرفتن و هیچ خاطره ای هم از قبل 8 سالگیم تو ذهنم نیست. شب میرسه و گوشه دیگه ای از شهر زنی به اسم سرینا رو میبینیم. سرینا داره از سرکارش میاد بیرون که یه دفعه ای صدای میشنوه. با کنجکاوی برمیگره و چراغ‌ها رو روشن میکنه و همون موجود وحشتناک بهش حمله میکنه. موجودی که حالا چهرهش میبینیم و شباهت خیلی زیادی به گبریل همون بیمار اول فیلم داره. گبریل سرینا رو به دیوار میبنده و گوشیشو برمیداره تا با استفاده از اون به دکتر ویور، یعنی کسی که اول فیلم از گابریل مراقبت میکرد، سعی بزنه. میخواد انگار از اون انتقام بگیره. دکتر ویور انگار بازنشست شده و حالا توی خونه بزرگ زندگی میکنه. تلفن زنگ میخوره و وقتی جواب میده گابریل از اون طرف میگه که سرطان رو از بین ببرید، جمله‌ای که خود این دکتر گفته بود. با قطع شدن تلفن سری میره سراغ پرونده های قدیمیش و یکی رو به اسم پیشنت می، یعنی بیمار می، برمیداره.
عصر روز جدید میرسه و میریم پیش مدیسون. داره کارهای خونه رو انجام میده که میفهمه دوباره سرش خونریزی داره. بی توجه به اون میره تا لباسا رو توی ماشین لباسشویی بریزه که یه لفه سمت چپ خودش قیافه دکتر ویور رو میبینه. دکتر ویور داره داد میزنه از خونه من برو بیرون. همین لحظه انگاری به خونه دکتر ویور میریم و گابریل بهش حمله میکنه. مدیسون توی خونه خودشه ولی یه دفعه اطرافش به خونه دکتر ویور تغییر میکنن. از همون نزدیکی صحنه قتل وحشتناک دکتر ویور توسط گابریل رو به چشم میبینه، در حالی که انگاری فلج رو نمیتونه تکون بخوره و در آخر موفق میشه جیغ بلندی بکشه و تو خونه خودش به هوش بیاد. میریم سراغ خونه دکتر ویور که کارگاه ها به اینجا اومدن دارن صحنه رو بررسی میکنن. روی میز پرونده همون بیمار می بازه و عکس یه دختر بچه هم داخلشه. کارگاه شاه اونو برمیداره و به یکی از افرادش میده و میگه که این عکس برای 30 سال پیشه. باید بفهمیم که الان این دختر کیه، چون دکتر ویور داشته به عکسش نگاه میکرده و این اتفاق براش افتاده. وقتی چند ساعت بعد این اتفاق خبرش توی همه جای اخبار میپیچه، مدیسون قضیه رو میفهمه و حالا فهمیده یکی دیگه از رویاهاش هم به واقعیت تبدیل شدن. خیلی به هم ریخته است و حالش بده. شبم که میخواد بخوابه یک کابوس دیگه میبینه. حالا تو خونه یه پیرمرد یه اونو کنار خودش میبینه. یه دفعه همون موجود وحشتناک یعنی گابریل به این پیرمرد حمله میکنه و کار اونم تموم میشه. بازم در حالی که مدیسون داره این صحنه رو میبینه، یه صحنه ای هم از اسم هتلی که این اتفاق توش میفته میبینه. علاوه بر اون یه نگاهی هم به چهره وحشتناک گابریل میندازه که با ترس باعث میشه از خواب بیدار بشه. به خاطر سر و صدای زیادش خواهرش سیدنی هم از خواب میپره و میاد پیشش میشینه. وقتی مدیسون توضیح میده که چند شب صحنه قتل دیگران رو توی خوابهاش میبینه، سیدنی بهش پیشنهاد میده بریم پیش پلیس، شاید بتونی از این قابلیتت یه کمکی بهشون برسونی. همین کارم انجام میدن و وقتی که به ایستگاه پلیس میرن با کارگاه شاه و کارگاه ماس یعنی همکارش روبرو میشن. قضیه رو بهشون میگن ولی خب اونا واقعا جدی نمیگیرنش و فقط میخندن. مدیسون میگه که من میتونم بهتون ثابت کنم، چون دیشب یه خواب دیگه دیدم در حالی که مطمئنم هنوز شما طرفو پیدا نکردین. بعدم اونا رو همراه خودش به همون هتلی که تو خواب دیده بود میبره. اولش که کارگاه ها اصلا جدی نمیگیرنش، ولی وقتی در اتاق باز میکنن و این صحنه دردناک جلوی چشمشون میاد، متوجه میشن که مدیسون واقعا این صحنه ها رو دیده. به ایستگاه پلیس برمیگردن تا بیشتر صحبت کنن و مدیسون که دوباره پشت سرش داره خون میاد میره توی دستشویی. تلفنش زنگ میخوره و شماره ناشناسه. وقتی جواب میده صدای گابریل از پشت تلفن میاد، اما گابریل مدیسون رو به نام امیلی صدا میکنه. شنیدن این اسم باعث میشه که مدیسون یه رفعی به هم بریزه و بگه که گابریل تویی؟ انگار تازه داره یه سری خاطره توی ذهنش میاد. بعدم سری میاد دنبال خواهرش سیدنی و میگه باید از اینجا بریم. به محض رفتنشون هم کارگاه شاه که خبر دیگه از افرادش میگیره. اینکه عکسی که بررسی کرده بودن متعلق به یه نفر به اسم امیلی میه. حالا امیلی می کیه؟ همین مدیسون خودمون. مدیسون توی بچگی یکی از بیمارهای دکتر ویور بوده و حالا هم به چشم کارگاه شاه یکی از اصلی ترین مظنون‌های پرونده میشه. مدیسون هم توی ماشین برای خواهرش تعریف میکنه که یه چیزهایی در مورد گذشتن فهمیدم و باید اطلاعات بیشتری جمع کنیم. برای همینم به خونه مادرشون میرن و بهش سری میزنن. مدیسون هم مادرش میخواد که در مورد بچگیش بیشتر صحبت بکنه، اینکه قبل از 8 سالگی اصلا کجا بوده و چی شده. مادرش اطلاعی از گذشتهش نداره ولی یه سری فیلمو براش میاره و میگه اینا رو ببین. توی این فیلم ها مدیسون کوچولو داره با یه دونه موجود خیالی به اسم گابریل صحبت میکنه که به همه میگفته دوست خیالیمه. بقیه هم به عنوان بچگی کاریش نداشتن. یه بارم توی یکی از فیلم ها نشون میده که تلفنش انگار زنگ میخوره، تلفن اسباب بازیش، و مدیسون شروع به صحبت با گابریل میکنه. گابریل بهش میگه که باید از شر جنینی که توی شکم مادرت راحت شی، جنینی که اون موقع ها سیدنی بوده. معلومه که بازم حرف این بچه رو کسی جدی نگرفته. میریم به ایستگاه پلیس و کارگاه شاه یه اطلاعات دیگه هم به دست میاره. دو نفری که تا الان کشته شدن همکار هم بودن، دکتر ویور و یکی از دکترهایی که سر پرونده همین مدیسون یا امیلی می کار میکردن. الان هم یه نفر دیگه هست که باهاشون همکاری میکرده و هنوز زنده است. پس قطعاً این قاتل قرار نفر بعدی سراغ اون بره. سری راه میافتن سمت خونه‌اش و همین لحظه هم میبینیم که مدیسون رفته دستشویی صورتشو بشوره که دوباره دور و برش تغییر میکنن و صحنه دیگه رو میبینه. صحنه ای از اتاق همون سومین دکتر. گابریل بهش حمله میکنه و اونو به شرط وحشتناکی توی وان حموم از بین میبره.
کارگاه شاه همین لحظه به خونه میرسه. وقتی که میاد داخل حموم، مدیسون میبینه که هنوز گبریل روی سقفه، اما هرچی داد میزنه کارگاه شاه صداشو نمیشنوه. یه دفعه گبریل بهش حمله میکنه و کارگاه هم موفق میشه با چلیک گلوله اونو از اتاق فراری بده. موقع پایین رفتن از پله‌های اضطراری هم خیلی عجیب و غریب این کارو انجام میده و کارگاه شاه میفهمه که این کار یه آدم عادی نیست. حالا تقریبا مطمئن مدیسون بیگناهه و برا همینم به دیدن اون و خواهرش تو همون خونه مادرشون میره. بهش میگه که در مورد قبل 8 سالگی چی به یاد داری. مشخصا مدیسون چیزی به خاطر نمیاره و برا همینم میبرنش به خونش. یه روانپزشکم میارن که با استفاده از هیپنوتیزم گذشته‌شو به یاد بیاره. قطعا میتونه به این پرونده کمکی بکنه. با هیپنوتیزم مدیسون به بچگیش میره. یهو تلفن حسب بازی زنگ میخوره و گبریل پشت خطه. بهش میگه که برات اینه که یه تولد خریدم. برو یه چاقو بردار تا ببریمش. مدیسون هم رو حساب بچگیش چاقو رو برمی‌داره و میره سر میز تا کیکو ببره. ولی بعد چند لحظه دوروبرش تغییر میکنن و میفهمه که در واقعیت بالای سر پدر و مادرش وایساده و انگاری میخواد به جنین تو شکم مادرش آسیب برسونه. اونا هم یهو عقب میپرند و مدیسون شروع به جیغ زدن میکنه. توی واقعیت هم فریاد میکشه و خیلی حالش بده و روانپزشک هیپنوتیزم رو متوقفش میکنه. همین لحظه میریم به پناهگاه گبریل، جایی که سرینا رو به جایی بسته بود و گروگان گرفته بودش. سرینا دستاشو بالاخره باز میکنه و میفته و وقتی که روی زمینه یه دفعه زیر پاش میشکنه و میفته پایین. حالا کجا افتاده؟ دقیقاً توی پذیرایی خونه مدیسون. یعنی تمام این مدت پناهگاه گبریل زیر شیروانی خونه مدیسون بوده. سری نیروهای امداد سر میرسن و حالا که همه چیز علیه مدیسون و حتی این شخصا تو خونش پیدا کردن، اونو دستگیرش میکنن. میبرنش اتاق بازجویی و کارگاه شاه و همکارش میان تداش بازجویی کنن. حالا لحنشون تندتر شده و مدیسون میگم اعتراف کن چیکار کردی. ما حتی آلت قتلم توی خونه تو پیدا کردیمش. اما مدیسون عصبانی میشه و از ته دل فریاد میکشه. فریادی که تمام لامپای اتاقو میسوزونه. یه دفعه تلفن کارگاه شاه با یه شماره ناشناس زنگ میخوره. وقتی جواب میده گبریل پشت خطه. میگه مدیسون بیگناهه. من همه کارا رو انجام دادم. و خب همین باعث میشه کارگاه‌ها یکم دو دلشن و تصمیم بگیرن یکم بیشتر تحقیق بکنن. از طرفی خواهر مدیسون یعنی سیدنی هم شروع کرده به گشتن دنبال اطلاعات بیشتر تا بتونه زودتر خواهرشو از زندان بیرون بیاره. با یه تحقیق ساده موفق میشه که بفهمه دکتر ویور قبلا کجا کار میکرده و مدیسون کجا نگهداری میشده. میره به همین بیمارستان قدیمی که الان کلا متروکه و دور افتاده است. میره داخلش و از اتاق مدارک بایگانی پرونده مدیسون رو به دست میاره. توی اون پر از نوارهای مختلف و یه سریشو میاره خونه تا با مادرش تماشا کنن. اولین ویدیو از دختر کوچیکی به اسم سرینا می، یعنی همون دختری که توی زیر شیروانی مدیسون بسته شده بود. تو این سن یه نفر با سرینا رابطه داشته و باعث شده که باردار بشه. سرینا هم میگه که من نمیخوام بچه رو نگه دارم چون تواناییشو ندارم و آبرو زندگی میره. برای همینم هم رضایت میدم که بعد از زایمان شما به عنوان بیمارستان نگهش دارید و هر کاری میخواد باهاش بکنه. سیدنی و مادرش بالاخره میفهمن که مادر واقعی مدیسون سرینا، همون کسی که توی خونش بسته شده بوده. زنی که الانم توی بیمارستان بستریه و کارگاه شاه وقتی که به دیدنش میره با نگاه به پرونده میفهمه که مادر واقعی مدیسون همین زنه. برمیگردیم پیش سیدنی که نوار بعدی رو پخش میکنه. تو این نوار دختری به اسم امیلی می که همون مدیسون خودمونه توی سن بچگیش داره مصاحبه میشه. بهش میگن که چرا این کارو انجام دادی. میفهمیم که امیلی یا همون مدیسون توی این سن به یکی از بچه‌های بیمارستان حمله کرده و جونشو گرفته. بعدم میگه تقصیر من نبود، گبریل بهم میگفت این کارو انجام بدم. دوربین میچرخه و ما کمر مدیسون رو میبینیم. میفهمیم واقعا یه موجود وحشتناک به کمرش چسبیده که اسمش هم گبریله. یعنی این بچه به صورت دوقلو می‌خواسته متولد شه اما قول دوم ناقص بوده و یه همچین حالتی گرفته. سیدنی و مادرش هم این صحنه خیلی شوکه میشن. دکتر ویور ادامه میده که ذهن این دوتا به هم دیگه وصله. گبریل میتونه کار کنه، این دختر چیزهای عجیبی ببینه و هر تصمیمی که گبریل می‌خواد رو انجام بده. میتونه ذهنشو گول بزنه. از اونجایی هم که گبریل یه حالت خبیث داره و فقط چیزهای بد رو می‌خواد، دکترها مجبور شدن یه تصمیم عجیب بگیرن، اینکه این دو نفر رو با جراحی از هم دیگه جدا بکنن. البته که همونطوری که گفتم ذهن این دو تا به هم کاملا وصله. برای همینم هم هر چقدر هم بخوان گبریل رو جدا بکنن و از بین ببرنش، باز قسمتی از ذهنش توی امیلی میمونه. دکتر ویورم میگه فقط امیدواریم دیگه از بین بره و تأثیر توی زندگی امیلی یا همون مدیسون ما نذاره. میریم به زندانی که مدیسون توشه. افراد خشن دیگه که اینجا میبینن مدیسون خیلی آرومه و شروع میکنن به کتک زدن و دعوا کردن باهاش.
مدیسون اول کاری نداره ولی در آخر یه رفعه عصبانی میشه، فریاد بلندی میکشه و از پشت سرش خون میریزه. وقتی که برمیگره میبینیم گیبریل دوباره پشت سرش پدیدار شده. یعنی تمام این مدت ها صحنه هایی که ما میدیدیم و کارهایی که گیبریل انجام میداد در اصل همین مدیسون بوده، ولی گیبریل کنترل زندگیشو به دست میگرفته و این کارها رو به ثمر میرسونده. الان هم گیبریل همه چی رو به دست گرفته و شروع میکنه به کتک زدن زندانیا. به قدری وحشیانه این کارو انجام میده که همشون از بین میرن. بعدم که نگهبان های این ایستگاه پلیس میان به اونا هم حمله میکنه و با برداشتن کلید از زندان در میره. سیدنی رو میبینیم که بعد دیدن آخرین ویدیو با سرعت داره به سمت ایستگاه پلیس میاد و به کارگاهش هم زنگ میزنه. بهش میگه که وقتی مریسون و همسرش دعوا کردن و سرش به دیوار خورد، اون زخم باز شد و گیبریل داره بدنش بیرون میاد. برای همینم است که از اون موقع این اتفاقها شروع شدن و اون دکتر هم دارن از بین میرن. به خاطر اینکه گیبریل داره از بدن مریسون استفاده میکنه و میخواد فقط انتقام بگیره. کارگاهش و همکارش سری دست به کار میشن و سمت زندان راه میافتن، اما مدیسون از اونجا رفته بیرون. حالا سراغ مامورهای اصلی ایستگاه پلیس اومده و داره با سلاح مورد علاقهش اونا رو هم از بین میبره. کارگاه شام میرسه و جلوش وامیسته. حالا فقط اون و همکارش اینجا زندن. مدیسون بهشون حمله میکنه و اول از همه با حمله به همکارش یه ضربه به سینه‌اش میزنه و اونم از خونریزی میفته زمین. کارگاه شاه هی سعی میکنه اسم مدیسون رو بلند فریاد بزنه بلکه اون به خودش بیاد و دوباره کنترل بدنشو به دست بگیره، اما موفق نمیشه. مدیسون همه این چیزها رو انگار میبینه ولی هیچ اطلاعی نداره که چه اتفاقاتی داره میفته. فکر میکنه همه اینا یه کابوسن. در آخر هم گیبریل از ایستگاه فرار میکنه. کارگاه شاه و سیدنی که اینجان میدونن قربانی بعدیش قراره مادر واقعیش یعنی سرینا باشه، چون اونو مقصر همه اتفاقات زندگیش میدونه. برای همین هم سری هر دوتاشون سمت بیمارستان راه میافتن. اول از همه سیدنی میرسه و همین لحظه گبریل هم وارد میشه، اما سیدنی میره داخل و با بستن در نمیذاره که به سرینا آسیبی برسه، اما گبریل موفق میشه درو بشکنه و بیاد داخل. حالا میخواد به سیدنی آسیب برسونه و کارگاه شاه هم سر میرسه. میخواد با اسلحه‌اش به مدیسون و گبریل شلیک کنه، اما سیدنی جلوشو میگیره چون میدونه که هنوز خواهرش اونجاست. همین فرصت هم برای گیبریل کافیه تا سلاحش سمت کارگاه شا پرت کنه و اونو زخمش بکنه. سیدنی اسلحه اونو برمیداره و سمت گیبریل میگیره. بهش میگه تکون بخوری کارتو تموم میکنم و هی اسم مدیسون رو به زبون میاره، اما گیبریل بی‌رحم‌تر از این حرفاست و تخت و سمتش هول میده و اونو گیر میندازه. میره جلو و بدون هیچ مکسی اسلحه رو برمیداره و روی سر سیدنی میگیره. مدیسون داره از دور انگار این صحنه رو میبینه اما نمیدونه دلیلش چیه. سیدنی که میدونه مدیسون صداشو میشنوه فریاد میکشه و میگه که این گیبریل میخواسته از بدنت سوء استفاده بکنه. تمام بچه های تو رو همین گیبریل ازت میگرفته و نمیذاشته به دنیا بیاریشون چون میخواسته از قدرت اونا استفاده بکنه. این حرفا خیلی روی مخ مدیسون میرن و یه دفعه دادی میکشه و کنترل بدنشو میخواد به دست بگیره و در این حال با گیبریل درگیر میشه، اما گیبریل زورش بیشتره و اسلحه‌ای که رو سر سیدنی گرفته رو شلیک میکنه. حالا میره سراغ مادر اصلیشون سرینا، اما این بار مدیسون کنترل بدن رو به دست میگیره و با حالت عادی برمیگرده. گیبریل از اتفاقی که داره میفته سردرگمه و دور و برش تغییر میکنه. این یعنی مدیسون به قدری توی ذهن خودش تونسته قوی بشه که گیبریل رو مثل خودش گیر بندازه. بالاخره با همدیگه توی ذهنش روبرو میشن. مدیسون میگه تو جات توی همین زندان ذهنم و دیگه حق نداری بیرون بیای. برام یه حقیقت خیلی مهمی رو میگه. میگه انقدر قدرت من زیاد شد که تونستم مثل خودت گولت بزنم. صحنه‌ای که از کشتن سیدنی دیدی فقط یه توهم بود و توی واقعیت میبینیم که هنوز سیدنی زنده است و گیبریل و مدیسون همچنان توی بدنش درگیرن. مدیسون در آخر میگه تو جات همینجا و دیگه حق نداری بیرون بیای و بعدم در یه قفس خیلی بزرگ رو میبنده، جایی که گیبریل تا ابد قرار زندانی بمونه. تو واقعیت مدیسون بالاخره به حال خودش برمیگرده. حالا قدرت خیلی زیادی هم داره و تخت بیمارستان مثل آب خوردن رو خواهرش بلند میکنه. همو تو آغوش میگیرن و گریه میکنن، در حالی که مادر واقعی مدیسون هم به هوش اومد و داره نگاش میکنه. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. رفقا دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم بخاطر اینکه کلی ازم حمایت کردید و کانال خیلی بالا رفته. مرسی تا اینجا با هم بودید و ممنونم که پستر رو لایک میکنید و به اشتراک میذارید. اینم بگم توی پیج شخصی خودم یه تراژدی دیگه گذاشتم به اسم داستان آیدا و علی. خوشحال میشم بشنویدش و اگه دوست داشتید یه کامنت هم براش بذارید. پایان معنی یه فیلم یه خورده عجیب غریبه. باید یکم بهش فکر کنید. شاید فکر کنید که پایان خوبی داره و بالاخره دوتا خواهر همو بغل کردن داره خوب تموم میشه. اما تو بحر فیلم که بریم می‌بینیم بدترین پایانو داشت. به خاطر اینکه اون موجود تمام کارشو کرد، می‌خواست انتقام بگیره و انتقام گرفت. کار اون دکترها تموم شد. علاوه بر اون انسان‌های بی‌گناه دیگه ایرم کش و علاوه بر اینها الان پلیس‌ها مجبورن یه نفر محکوم بکنن. نمی‌تونه همینطوری بی‌خیال شن بگن که خب یه موجود دیگه‌ای بود این کارو کرد. نه،
باور نمیکنه کسی همین چیزی رو. بر همین قطعا شخصیت اصلی یعنی مریستون به زندان میفته و در پایانش هم که بخوایم بگیم نور علی نوره، این موجود از بین نرفته، فقط توی ذهن این دختر حبس شده. یعنی ما میتونیم انتظار نسخه دوم هم داشته باشیم، چون هر لحظه امکان داره این موجود دوباره بیاد بیرون و دست به کار بشه و یه دونه قتل عام دیگه راه بندازه. با این تفاسیر میشه گفت که پایانش اصلا خوب نیست و به خاطر همین هم است که ترسناک خوب محسوب میشه. یکی دیگه از نقطه های قوت فیلم به نظرم فیلمبرداری و جلوه های ویژه‌شه. خیلی خوب ساخته شدن اینا، مخصوصا اون جاهایی که مدیسون گرافی از یه لوکیشن به یه لوکیشن دیگه انتقال پیدا میکنه بدون اینکه از جاش تکون بخوره. بعضی هم جلوه های ویژه خیلی خوب این صحنه ها رو تصویر سازی کردن و قشنگ اون فریکی بودن و حس عجیب غریب رو با آدم انتقال میدن که سر جاتی سردرگمی نمیدونی چی داره میشه و یهو یه صحنه خیلی وحشتناک رو به چشمت مجبوری نگاه بکنی. همونطور که گفتم داستانش کلیشه‌ای نیست، ما از زامبی و روح و جن و این چیزا صحبت نمی‌کنیم، ما میایم از یه انسانی صحبت می‌کنیم که به خاطر حالا هزاران دلیل پزشکی و بارها هم پیش اومده که با یه دونه دوقلی آدم متولد میشه که بدنشون هم چسبیده و میاد این قضیه استفاده میکنه. یه فیلم ترسناک با فاکتورهای کاملا مناسب به ما ارائه میده که میتونه سرگرممون بکنه و جاهای خیلی زیادیش هم بترسونتمون. همونطور که قبلا هم توضیح دادم، یکی از عنصرهای ترسناک که توی اینجور فیلم ها استفاده میشه و خیلی کارگردان ها به کار میگیرنش سبک آنکنی ولیه. آنکنی ولی یعنی اینکه شما یه چیزی رو خیلی عادی نگاهش میکنی ولی یه چیز غیر عادی در موردشه. مثلا اما خیلی ساده رو میبینی، شما صبح شب بارها صورت انسانها رو میبینی، میاد به جای مثلا دوتا چشم برای سه تا چشم میذاره و این میره توی ناخودآگاهتون رو خیلی باعث میشه شما وحشت زده بشید. توی این فیلم دقیقا همین قضیه رو داریم، یعنی میاد از پشت سر یه آدم که توقع داریم همون مو و کمر طرف باشه یه رفعه یه انسان دیگه در میاره. به نظر من بدتر یا ترسناکترین قسمتش هم همون جایی هست که میایم اون چهره رو از پشت کله مریسون میبینیم، خیلی خوف به نمایش میذارنش. امیدوارم خوشتون اومده باشه، پیشنهادتون رو بنویسید، لایک کامنت سابیارتون نره. دوستتون دارم، روزتونم گلسی.